امسال یک سال بسیار استثنایی است. استثنایی چون امسال هوا بسیار گرمه و همین گرما مصرف برق کشور رو به عددهای بسیار عجیبی رسونده. ما 64400 مگاوات رو هم در روزهای گذشته تجربه کردیم که 6100 مگاوات بیشتر از اوج بار سال گذشته در انتهای تیر ماه اتفاق افتاده بود. تو این روزهای گرم تابستونی مصرف برق 10000 مگاوات بیشتر از تولید برق نیروگاه‌های کشوره و همین عدد و رقم هاست که ما ایرانی ها رو جز 20 کشور پرمصرف جهان قرار داده. این نقشه تقریبا میتونیم بگیم نقشه نوع و مدل مصرف ما مردم هست، یعنی این بخش‌های خانگیمون، بخش‌های حوزه‌های کسب و کارمون، حوزه‌های تجاریمون. رنگ قرمز رنگ به مفهوم در واقع عبور از سقف مجاز مصرف هست. وقتی که از سقف مجاز عبور می‌کنیم، اگر در شرایط عدم تراز تولید مصرف قرار بگیریم، اون بخش‌های قرمز رنگ به طور اتوماتیک محتمل هستش که با خاموشی روبرو بشن. موضوع اینجاست که تو این فصل 40% از مصرف برق کشور متعلق به کولرهاست. باید صرفه‌جویی کرد، اما با راهکارهایی بسیار ساده. انتخاب کالاهای کم مصرف، نصب سایبان روی کولرهای آبی، خاموش کردن لامپ اضافه، قرار دادن درجه کولر گازی روی عدد 25، استفاده از دور کند کولر آبی و استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات ابتدایی یا پایانی روز. وضعیت قبض برق نشون میده 85% از مشترکین برق کشور زیر الگوی مصرف برق مصرف میکنن، اما 15% پرمصرفن و 3% از این پرمصرفها 10% از کل برق کشور رو مصرف میکنن که قراره باهاشون برخورد جدی بشه. این مشترکین در واقع جامعه هدف ما هستن که بتونیم بعد از اینکه اطلاع رسانی بهشون دادیم، اگر مجدداً رعایت نشود، به عنوان اولویت قطع برقشون برای تأمین برق سایر مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت میکنن، در واقع از این جامعه استفاده میکنیم. قرار نیست برای صرفه‌جویی در مصرف برق کار خاصی انجام بدیم. به اندازه خاموش کردن یک لامپ اضافی هم میشه به پایدار بودن جریان برق در کشور کمک کرد. فاصله بین تولید تا مصرف برق تو این روزهای گرم تابستونی عدد قابل توجهیه که برای کم کردن اون همه ما باید با هم در همه بخش‌ها صرفه‌جویی کنیم. درست مصرف کردن کار سختی نیست و راهکارهای بسیار ساده‌ای داره، اما اثر مثبت اون باعث میشه که ما تابستون رو با کمترین محدودیت ها سپری کنیم. آسیه سلیمی.